دانشجویان نهایت گرامی و معاصرین عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحالیم که بار دیگر حداقل از طریق آنلاین توانستیم در خدمت شما قرار بگیریم و درس های سمستری را ارائه کنیم و از طریق آنلاین انشاءالله شما هم از این درس ها استفاده بکنیم. به علت شیوع بیماری کرونا و تعطیلی پوهنتون ها نشد که درس ها به صورت حضوری ارائه بشه، بنابراین پوهنتون جمعی و هیئت رهبری پوهنتون محترم جمعی تصمیم گرفتن تا درس ها به صورت آنلاین توسط استادا ارائه بشه و انشاءالله شاگردا و محصلین و دانشجویان گرامی در خانه ها و در هر جایی که هستن از این درس ها مستفید بشن. امیدواریم در جریان ارائه درس شما اگر در ذهن خود سوالاتی داریم و سوالات رو پیش خود یادداشت داشته باشیم تا انشاءالله بعد از اینکه دوباره برگردیم به پوهنتون و به صورت حضوری درس ها را دریافت بکنیم بشه که به سوالات شما و پرسش هایی که در ذهن شما هست و پیش خود یادداشت داریم پاسخ داده بشه. اگر به یاد داشته باشیم ما و شما در سمستر قبلی، ما در سمستر پنجم بحث بیع سلام و همچنین مسائل مربوط به قرض، مسائل مربوط به رهن را با تفصیل خواندیم و در این سمستر ما طبق پروگرام پوهنتون و کالیکولم درسی مکلفیت داریم که انشاءالله ابواب الحدود در از کتاب سبل السلام بخوانیم و آنگونه که شما در جریان قرار داریم سعی میشه که انشاءالله هر حدیثی که ما و شما میخوانیم مسائلی که مربوط به او حدیثه او مسائل را در واقع توضیح بدیم، هم خود حدیث را ترجمه بکنیم و هم لغاتی که احیانا این لغات کمی دشواری داره و نیاز به توضیح داره این لغات را و این واژه ها را تشریح بکنیم و علاوه بر او مسائل فقهی که به حدیث تعلق داره و پیام هایی که به این حدیث ارتباط داره و میشه این پیام ها را از این حدیث استنباط بکنیم، همه این مسائل ما در جریان درس توضیح میدیم طوری که شما با این شیوه درس آشنایی داریم و در جریان سمسترهای قبلی از این روش استفاده کردیم. طوری که ما قبلا گفتیم در این سمستر ششم قراره که ما کتاب الحدود را بخوانیم، یعنی انواع و اقسام حدود ارزیابی بشه و احادیث مربوط به حدود اینها ای احادیث ارائه بشه و احکامی که به ای احادیث تعلق داره استنباط و استخراج بشه و توضیح داده بشه. اولین حدیثی که در کتاب الحدود آمده ای روایت از ابو هریره رضی الله عنه و زید بن خالد جهنی است، یعنی دو صحابی حدیث را روایت کردند. ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک مرد عربی نزد پیامبر علیه الصلاه و السلام آمد و گفت. این مرد عربی خدمت پیامبر گرامی اسلام آمد و عرض کرد یا رسول الله انشدک بالله الا قضیت لی بکتاب الله. عرض از او ای بود که ای رسول خدا، شما را به الله سوگند می دهم یا به نزد شما به نام خداوند قسم می خورم و تأکید می کنم که فقط طبق کتاب خدا برای من قضاوت کنید و حکم بکنید. انشدو که بالله الا قضیت لی به کتاب الله. فقال الاخر، شخص دیگر گفت. اینها دو شخص بودند و دو کس بود نزد پیامبر گرامی اسلام آمدند. رفیق او یا کسی که با او همراه بود گفت و هو افقه منه، در حالی که رفیقش از او داناتر و آگاهتر بود، نعم فقد بیننا به کتاب الله. در اینجا ما در ترجمه گفتیم ترجمه این جمله را که کسی که با او همراه بود طرف دیگر از او که از او فهمیده تر بود گفت بله بین ما به کتاب خدا قضاوت کنید. پس هر دو از پیامبر گرامی اسلام خواستند که به کتاب الله و طبق فیصله الله جل جلاله در میان آنها قضاوت بکنند. اما رفیق از او گفت و اذن لی، و به من اجازه بدهید تا
تایی که ما کمی توضیحات بدم. وعزلی فقال، قل، پیامبر گرامی اسلام هم فرمودن که تو سخن خود را بگو، یعنی اجازه است که تو سخن بگی و ما حرف تو را میشنوم. فرمودن بگو چی حرف داری و چی سخن داری. قال ان ابنی کان عسیفا علی هذا، پس آن مرد گفت، یعنی امو مرد دومی، ان ابنی کان عسیفا علی هذا، پسرم نزد این مرد خدمتگار بود، مزدور بود، فزن بمرأته، پس با زن او زنا کرد. در اینجا هم در ترجمه ما نوشتیم با زن او زنا کرده است. و اینی اخبرت ان علی ابنی الرجمه، و به من خبر داده شد که بر دوش فرزندان من سنگسار شدن است. یعنی کسانی برای ما گفتن که حالا پسرتو که زنا کرده جزای او سنگساره، او سنگسار میشه و به قتل میرسه. ففتدیت منه بمئت شات و وریدت، پس ما با عنوان فدیه و عوض سنگسار شدن پسر خود 100 گوسفند و یک کنیزی برای این شخص دادم. یعنی به عنوان فدیه ما فکر کردم که اینا را ما به این شخص میدم و در عوض بچه ما از کشته شدن و از سنگسار نجات پیدا میکنه. فسألت اهل العلم فاخبرونی انما علی ابنی جلد مئت و تقریب عام و ان علی امرأت هذا الرجمه. سپس ما از اهل علم سوال کردم، کسانی که در این مورد آگاهی داشتن، معلومات داشتند، و اهل علم به من خبر دادن که جز این نیست، بر فرزند من 100 شلاق است و 1 سال تبعید، و بر زن این مرد که زن او زنا کرده، بر زن او رجم می آید و او سنگسار میشه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس پیامبر علیه السلام فرمودند، والذی نفسی بیده لأقضین بینکما بکتاب الله، قسم با آن ذاتی که روح من و جان من در دست اوست، حتما من میان شما حکم میکنم به کتاب خدا و به فیصله الله. الولیدت والغنم رد علیک، و فرمودن کنیزی که داده ای و در واقع و گوسفندایی که تو داده ای، اینها به تو برگردانده میشود، گوسفندا و کنیز همر دوباره مکلف به تو برگردانه. و علی ابنک جلد مئت و تقریب عام، و بر پسر تو 100 شلاق به عنوان حد اجرا و عملی میشه، یعنی 100 شلاق پسر تو زده میشه و 1 سال تبعید میگردد. وقت یا اونیس، و سپس دستور دادن به اونیس، نام صحابی است، علم رأت هازا، ای اونیس تو به نزد زن این مرد برو، یعنی وقت صبح شد برو نزد زنش. فا این اعترفت فرجمها، و اگر به زنا اعتراف کرد، به جرم خود اعتراف کرد، او را سنگسار کن. خب این بود ترجمه حدیث. حالا ببینیم ما چند واژه داریم که نیاز ای را توضیح بدیم، توضیح واژگان. 1. الحدود، جمع حد است، و حد در لغت به معنای من و حجاب یا پرده بین دو چیز به کار می رود. یعنی میشه که ما حد در بدو معنا ترجمه بکنیم، اول من بازداشتن و همچنین به معنای حجاب یا پرده که در میان دو چیز قرار می گیره. و در اصطلاح علما حد این گونه تعریف شده، یعنی تعریف عربی او هست، هی عقوبات مقدره من جانب الشرع، جزاهایی است که از طرف شریعت تعیین شده باشد. اصل البته با همین تعریف ما می توانیم حد در از تعذیر جدا بکنیم، چون در تعریف حد آمده که این جزاها از طرف شریعت تعیین شده، ولی در تعذیر که بعضی مجازات هاست از طرف شریعت تعیین نشده و برای قاضی صلاحیت داده شده و قاضی از صلاحیت خود استفاده میکنه، ولی حد چیزی است که شریعت میزان او، اندازه او را تعیین کرده و قاضی در ارتباط به اجرای حد هیچ صلاحیتی نداره و مکلف است که او را 100% اجرا و عملی بکنه. لغت دوم عسیفن که در این حدیث آمده بود،
إن امرأتي كان عسيفا، إن ابني كان عسيفا على هذا. در روایت آمده بود که فرزند من نزد این شخص مزدور بود، کارگر بود. عسیف به معنای کارگر و خدمتگار میایه، به این معنا استعمال میشه. کلمه اونیس هم که در این روایت ذکر شده نام شخص است و این اونیس تصغیر انس است، همان گونه که انس نام شخصی است. خب حکم فقهی این حدیث را میخواهیم بفهمیم. با توجه به این روایت و بعضی دیگر از روایات که در ارتباط به حدود و مخصوصا حد زنا روایات زیاد ما داریم که در آنها حد زنای شخص مجرد 100 شلاق و تبعید معرفی شده، هم 100 شلاق ذکر شده و هم تبعید به معنای دور ساختن از جامعه یا دور ساختن و بیرون کردن از منطقه. بنابراین با توجه به انمی روایت و روایات شبیه این روایت، امام شافعی و امام احمد رحمهم الله تبعید را جز احد می دانند، یعنی او را هم جز احد می دانند، به این معنا که قاضی مکلفه، همان گونه که خود حد در اصل حد در اجرا می کنه و شلاق می زنه مجرمر، لذا از نظر آنان قاضی مکلف است تبعید را به معنای اخراج از منطقه و یا زندانی کردن اجرا کند. تبعید هم به این معنا میایه که از منطقه به کلی دور گردانیده بشه یا از جامعه دور گردانیده میشه و در زندان انداخته میشه. بنابراین اونا میگن این جزء حد و قاضی در این مورد هیچ صلاحیتی نداره و مکلفه که او را اجرا بکنه. ولی از نظر فقهای احناف یک سال تبعید جزء حد نیست، زیرا در قرآن عظیم الشان در سوره مبارکه نور تنها شلاق زدن آمده است. در اونجا هیچ بحثی از تبعید نشده و این خبر واحده و با خبر واحد ما نمیتوانیم چیزی بر مطلق کتاب الله اضافه کنیم یا مطلق کتاب الله را مقید بکنیم و ما با خبر واحد نمیتوانیم چیزی بر حکم قرآن بیافزاییم. لذا تبعید تعذیر است و صلاحیت آن نزد قاضی است. قاضی اگر خواست تبعید را اجرا و عملی میکنه و اگر نخواسته باشم میتونه که او را اجرا نکنه، چون قاضی در جزاهای تعذیری تقریبا میشه گفت که دست باز داره. خب حالا به بعضی از پیامهای این روایت هم اشاره کوتاهی میکنیم. پیامهای حدیث: یک، از این حدیث دانسته میشود که در اجرای حد و تحقیق از زناکار وکالت صحیح میشود، که البته همچنان که پیامبر علیه السلام هم این کار کردند. اینجا میبینیم که اونه ای سر فرستادند تا بره از هم تحقیق بکنه و بعد از تحقیق اگر جرم زنا ثابت شد امی حکم زنا را رجم را اجرا و عملی بکنه. و همچنین پیام دوم حدیث ایه که این حدیث صراحت دارد بر این که جزای زناکار متزوج چه مرد باشد و چه زن سنگسار است، و جزای زناکار مجرد چه مرد باشد و چه زن باشد 100 شلاق یا 100 تازیان است. چنانچه پیامبر علیه السلام هم به اونیس تأکید کردند که برو، چون او زن شوهر داشت، گفتن از او تحقیق کن و در نتیجه تحقیقات اگر به جرم خود اقرار و اعتراف کرد و جرم او ثابت شد، او زمان او را سنگسار کن. و همچنین این حدیث با عنوان پیام دوم سوم حدیث، این حدیث دلیل است بر این که با اقرار کردن جرم شخص ثابت می شود، چه او جرم زنا باشه و یا جرم دیگری باشه. بر صورت این حدیث 12:05 بود که امیدوارم پیام های حدیث را هم دوستا فهمیده باشند و در واقع نکات مهم حدیث را گرفته باشند. حدیث 12:06 عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم رحمه الله. از عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند از من بگیرید خذوا عنی، خداوند برای آنان راه قرار داده است. فرمودند قد جعل الله
لهن سبیلا. یقینا که الله جل جلاله برای زنها، زنهایی که مرتکب عمل زشت زنا شدند، راهی قرار داده است. و بعدا توضیح دادن البکر و بالبکر جلد و مئت و نفی و سنه، اگر مجرد با مجرد زنا کرد هر یک صد شلاق بخورد و یک سال تبعید شود. نفی و سنه، نفی به معنای دور کردن و منظور همان تبعید است. و سیب و بسیب جلد و مئت و رجم. و هرگاه فرد متأهل، مراد از سیب فرد متأهل است، با زن متأهل زنا کند، باید صد ضرب شلاق بخورد و سنگسار شود. که البته این حدیث نیاز به شرح داره که میخواهیم حدیث را کم شرح بدیم. شرح حدیث اینجا عنوان ما گرفتیم. این حدیث اشاره دارد با آنچه قبلا در آیه 15 سوره نساء نازل شده بود. در سوره نساء انمی آیه 15 که در این سوره الله متعال فرمود در این آیه مبارکه: واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن 4 منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ترجمهش این است: بر آن عده زنان، بر آن عده زنان شما که عمل شنیع زنا را مرتکب میشوند 4 شاهد بگیرید و بعد از شهادت آنان را در خانه ها نگه دارید تا اینکه یا بمیرند و یا خداوند جل جلاله برایشان راه را مقرر کند. ای آیه قبلا نازل شده بود در سوره مبارکه نساء که تقریبا پیام اساسی آیه اینه که اگر زن زنا میکنه برای فعلا در خانه نگهداری بشه تا اینکه الله متعال در مورد حکم او آیه نازل بکنه و در این مورد فیصله صورت بگیره. بنابراین پس از نازل شدن سوره مبارکه نور، وقتی آیات سوره مبارکه نور نازل شد که در آن حد زناکار 100 تا زیانه مقرر شده است، پیامبر علیه السلام این سخن را ارشاد فرمودند. کدام سخن؟ همی که فرمودند خذوا عنی قد جعل الله لهن سبیلا. شما از من بگیرید، از من بشنوید، الله متعال راه برایشان مقرر کرد. چنانچه در سوره مبارکه نور حد زناکار مجرد بیان شده، پس راه بیان شد و حکم در این مورد نازل شد. و میایم طرف حکم فقهی که از این حدیث استنباط میشه، دانسته میشه و گرفته میشه. در این حدیث 2 جزا برای زناکار متأهل بیان شده، چرا که اگر متوجه باشیم در اینجا ذکر شده بود و سیب و به سیب جلد و مئت و رجم، 2 حکم برای از او بیان شده بود: 1 صد شلاق و دوم سنگسار شدن. عده از علما میگویند هر 2 حکم بر آن باید تطبیق شود، یعنی اول 100 شلاق زده بشه و بعدا سنگسار بشه. ولی از نظر جمهور علما به شمول امامان 4 گانه، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل، جزای زناکار متأهل تنها سنگسار است، نه شلاق. زیرا پیامبر علیه السلام بر چندین فرد حکم سنگسار را خودشان اجرا کردند، نه شلاق را. لذا یا این حدیث منسوخ است، یعنی با توجه به آنچه عملا پیامبر علیه السلام انجام دادند، گویا بخشی از این روایت که مسئله شلاق زدن زناکار متأهل یا متزوج باشه، پس معلوم میشه که این قسمت منسوخه. زیرا رسول گرامی اسلام علیه السلام هر زمانی که زناکار متأهل را مجازات نمودند، تنها دستور سنگسار را دادند، نه دستور شلاق زدن و تزیان زدن او را. و بعضی هم می فرمایند این حکم تعزیری است، یعنی اگر قاضی گاه مناسب ببینه، به خاطر که عبرت و پند برای دیگر مجرمان و زناکاران باشه، اگر مناسب ببینه در مورد بعضی افراد اول اونا را تازیانه بزنه و بعدا سنگسار بکنه، اشکال نداره و این صلاحیت برای او هست. حدیث 12:07 و عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه
قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه. از ابو هريره رضی الله عنه روایت است که یکی از مسلمانان به نزد پیامبر علیه الصلاه و السلام آمد در حالی که ایشان در مسجد بودند، در مسجد تشریف داشتند. او با صدای بلند گفت، البته عربی بود، معمولا کسانی که از اطراف می آیند صداهای بلند دارند و خیلی به این آداب متوجه نیند. او با صدای بلند فریاد زد و گفت یا رسول الله اینی زنیتو فاعرض عنه فتنحا تلقاء وجهه فقال یا رسول الله اینی زنیتو. و گپ از او ای بود، گفت که ای رسول خدا من زنا کرده ام. فاعرض عنه، پیامبر علیه الصلاه و السلام از او روی گردانیدند. وقتی این سخن را شنیدند روی خود را از او گردانیدند. فقال یا رسول الله اینی زنیتو، باز بار دوم گفت که ای رسول خدا من زنا کردم. فاعرض عنه، باز هم پیامبر علیه الصلاه و السلام روی خود را از او گردانیدند. حتی سنا ذالک اربع مرات، تا اینکه انمی سخن خود را چهار بار تکرار کرد. به همین صورت چهار بار تکرار کرد، یعنی چهار بار گفت اینی زنیتو. فلما شهد علیه اربع شهادات، پس آنگاه که چهار بار علیه خود گواهی داد که من زنا کردم، دعاه رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال ابک جنون. پیامبر علیه الصلاه و السلام او را صدا زدند و پیش خود طلب کردند و فرمودند آیا دیوانه ای؟ یعنی آیا تو از نظر اعصاب خود راحتی، مشکل نداری، تو دیوانه ای؟ قال لا، یعنی برای ازی که طوری که بعدم توضیح میدیم خواستن که راه برای نجات از او پیدا بشه. قال لا، آن مرد گفت که من دیوانه نیم، من سر اعصاب خود حاکمم. فرمودن فهل احسنت، آیا ازدواج کرده ای؟ تحقیق کردن از او که آیا این متأهله یا مجرده. قال نعم، گفت بله من ازدواج کردم. فقال النبی صلی الله علیه و سلم اذهبوا فرجموه. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند او را ببرید و سنگسار کنید. خب ببینیم توضیح واژگان. دو تا واژه در این متن حدیث هست که نیاز به توضیح داره. واژه اول هست یا به اصطلاح همین کلمه ای که اگر دقت کرده باشیم اینجا آمده که اتى رجل من المسلمین، یک مرد از مسلمان ها نزد پیامبر علیه الصلاه و السلام آمد. ظاهرا در خود روایت این شخص معرفی نشده یا نام از او گرفته نشده که این کی بود. ما اینجا توضیح دادیم که این شخص که در این حدیث از او نام گرفته نشده ماعز ابن مالک اسلمی رضی الله عنه بوده است. البته ای که ما ای را از کجا گرفتیم، چون در دیگر روایات که یک روایت روایت دیگر تفسیر و تشریح میکنه نام او ذکر شده که او ماعز ابن مالک اسلمی رضی الله تعالی عنه بود. موضوع دیگر اینجا کلمه سنا ذکر شده که پیامبر علیه الصلاه و اینجا آمده حتی سنا، تا اینکه آن مرد تکرار کرد، آن مرد امو سخن خود را یا اقرار خود را تکرار کرد. سنا از سنی گرفته شده به معنای تکرار کردن. خب پیام های این حدیث ببینیم، 3 تا پیام کوتاه ما از این حدیث استنباط کردیم. یک، از این حدیث دانسته می شود که اقرار خود شخص دلیلی برای اثبات جرم اوست. یعنی وقتی خود شخص اقرار بکنه البته به اقرارش گرفته میشه و اقرار خود شخص دلیل واضح است که در واقع جرم او ثابت بشه و در نتیجه جزا بر او تطبیق و عملی بشه. شماره 2 یا پیام دوم، این حدیث دلیل است بر این که با کمترین شبهه حد ساقط میشود. یعنی اگر شبهه پیش بیایه حد ساقط میشه و چنانچه پیامبر علیه السلام از این سوالات کردند، مثلا اگر ثابت میشد که این آدم دیوانه هست حد بر او اجرا و عملی نمیشد. و پیام 3، با
باید قاضی سعی کند تا قبل از ثبوت حد به گونه اقرار کننده را تلقین کند تا حد از وی ساقط شود. حالا اینجا به همین واسطه هم پیامبر علیه الصلاه و السلام میگن که ابک جنون، آیا تو دیوانه هستی؟ و حتی در بعض روایات آمده، روایات دیگر، که پیامبر علیه الصلاه و السلام گفتن که شاید تو بوسه از او گرفته باشی، شاید این عمل انجام نداده باشی. و به می خاطر هم علما میفرمایند که قاضی مکلفیت داره که حتی بعضی کلمات رو به او تلقین بکنه تا در نتیجه احتمالاً که او سخن تایید بکنه و حد از او برداشته بشه و برای سقوط حد از او تلاش صورت بگیره. البته یک نکته را میخوام اینجا اضافه بکنم که نشه اینجا سوء تفاهم پیش بیایه که پس ای که بعضی قاضی ها حد در اجرا و عملی نمیکنن، اینا در واقع میخوان که حد ساقط بشه، اینا با حکم شریعت یا با حکم حدیث عمل کردن. اینجا دو مسئله از یک دیگر جدا است که اینا را نباید ما خلط بکنیم. یکی از مسئله عدم اجرای حد بعد از ثبوت حد، یعنی بعد از اینکه جرم شخص ثابت میشه و ما حکم را اجرا نمیکنیم، که می خودش یک جرم است. و یکی اینه که قبل از ثبوت جرم در واقع راههای برای سقوط حد تلاش بشه، طوری که در اینجا پیامبر علیه السلام به او گفتن ابک جنونون. حالا اگر او میگه بله من دیوانه ام، سر اعصاب خود حاکم نیوم، یا مثلا در روایت دیگر آمده لعلک قبلت، شاید تو او را بوسه گرفته باشی، میگفت بله همینطور من بوسه گرفتم، بیشتر کار نکردم، خب حد از او ساقط میشد. اما بعد از این که میبینیم که حد ثابت شد، یعنی به این معنا که چهار بار او اقرار و اعتراف کرد، اونجا پیامبر علیه الصلاه و السلام دیگر در اجرای حکم تاخیر نکردند، بلکه دستور دادند به یاران خود که شما حد در بر او اجرا و عملی بکنیم. خب این درس ما و شما در این جلسه که اولین جلسه ما و شما یا اولین هفته بود در همین جا به پایان میرسه. ما و شما در واقع سه حدیث را توضیح دادیم که بود حدیث 12.05، 12.06 و 12.0 فهمیدیم 7، که امیدوارم انشاءالله این درس ها قسمی که در اول هم تاکید کردم یادداشت بکنیم و حتی چپتر از این درس ها تهیه بکنیم. راحت میشه که اینا را سیو کنیم داخل کامپیوترهای خود و داخل گوشی های خود و علاوه بر او از اینا کپی هم برای خود بگیریم و چپتر تهیه کنیم تا انشاءالله باز در جریان سمستر هم از این درس ها استفاده بشه و هنگام امتحان هم راحت بتونیم که از این درس ها ما و شما بهره ببریم و از درس های ارائه شده استفاده بکنیم. الله متعال و ما توفیق بده که انشاءالله زحمت در این راستا بکشیم و خداوندی بلا و مصیبت را از سر ما و همه مسلمان ها و همه بشریت دور بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.